درود، درود و چاکرات، چاکرات و درودات به همه عزیزان. خیلی خوش اومدید، قدم رنجه کردین، مرسی که روی این ویدیو کلیک کردین. خلاصه خیلی خوش اومدید. من مهدی هستم و اینجا 7MM. هر جای این دنیا هستین خلاصه خیلی چاکریم. امیدوارم که جانتون جور باشه. چه خبر تعریف کنید. خلاص یادتون نره، امروز اومدیم با شما با دانستنی های مهمی از کشور افغانستان. یک سری اطلاعات قراره به اطلاعاتمون اضافه شده از دانستنی هایی که حداقل من شاید ندونم و شاید بعضی هم ندونه. بریم به این ویدیو بپردازیم که یک ویدیو بسیار مهم است. مرسی که تا آخر ویدیو حتما همراهی میکنید و اینکه نظراتتون رو برام بنویسید که شاید جالب باشه دیگه، برای شاید یه ذره اطلاعات کمتر باشه، شما راهنمایی کردی. بریم ویدیو رو ببینیم، لایک یادتون نره. Let's go. افغانستان زادگاه شخصیت‌های بزرگ جهان. درود بر شما همراهان عزیز، با یک برنامه دیگه با شما هستیم. شماره 1، مولانا خداوندگار بلخ. مولانا جلال الدین محمد بلخی، مشهور به مولوی یا رومی، شاعر بزرگ قرن هفتم هجری قمری است. وی در سال 604 هجری قمری در بلخ افغانستان زاده شد. پدر وی بهاءالدین که از علما و صوفیان بزرگ زمان خود بود، به سبب رنجشی که بین او و سلطان محمد خوارزمشاه پدید آمد، از بلخ بیرون آمد و بعد از مدتی سیر و سیاحت به قونیه ترکیه فعلی رفت. مولانا بعد از فوت پدر تحت تعلیمات برهان الدین محقق ترمذی قرار گرفت. ملاقات وی با شمس مولانا که دیگه نیاز به معرفی نداره، یکی از بزرگترین و حتی بالاترین های اشعار فارسی ماها هست. به به، چه افتخاری. تبریزی در سال 642 هجری قمری انقلابی در وی پدید آورد که موجب ترک مسند تدریس و فتوای وی شد و به مراقبت نفس و تصحیب باطن پرداخت. وی در سال 672 هجری قمری در قونیه وفات یافت. از آثار او میتوان به مثنوی، دیوان، غزلیات یا کلیات شمس، رباعیات، مکتوبات، فیه مافی و مجالس سبعه اشاره کرد که این آثار به زبانهای زیادی ترجمه شده. خلاصه پرچم بالا و در غرب جزء پرفروشترین کتاب‌های چند سال اخیر بوده. با اینکه آثار مولوی به عموم جهانیان تعلق دارد، ولی پارسی زبانان بهره خود را از او بیشتر می‌دانند، چرا که آثار او به زبان پارسی سروده شده. Yes. شماره 2، سید جمال الدین اسدآبادی. سید جمال الدین اسدآبادی، همچنین مشهور به سید جمال الدین افغانی، بنابر گزارش خودش او متولد 19 حوت 1275 خورشیدی در اسدآباد نزدیک کنر در شرق ناحیه کابل افغانستان بوده است. اندیشمند سیاسی و مبلغ اندیشه اتحاد اسلام بود. او همچنین از اولین نظریه پردازان بنیادگرایی اسلامی محسوب می شود. خلاصه هر کسی به یه نقطه‌ای میرسه، میرسه به قله پر از علم میرسه، یعنی قشنگ پر میشه از اطلاعات، از علم، میشه حتی لقب‌های خیلی مخصوصی بهشون داد. در این حد انسان‌های بزرگی در کشور ماها تربیت شده، در کشور افغانستان تربیت شده که مشاهده میکنیم. سید جمال الدین اسدآبادی اولین متفکر مدرن و فعال اجتماعی بود که نسبت به بیماری‌های اجتماعی جوامع مسلمان و ضعف‌های موجود در آن هشدار داد و در مقابل قدرت‌های غربی اسلامگرایی را تبلیغ نمود. تأثیر او بر کشورهای اسلامی، مخصوصاً افغانستان، ایران و مصر، شایان توجه است. شماره 3، ابن سینا ابو علی سینا، پزشکی از بلخ که عزیز ایران شد. ابو علی حسین، بله، مال بلخه. این ابن عبدالله بن حسن بن علی بن سینا، مشهور به ابو علی سینا، ابن سینا و شیخ الرئیس. وی پزشک، ریاضیدان، منجم، فیزیکدان، شیمیدان، روانشناس، جغرافیدان، زمینشناس، شاعر، منطقدان، فیلسوف و همه چیزدان بود. وی از بهترین کلمه همینه، همه چیزدان. مشهورترین و تاثیرگذارترین فیلسوفان و دانشمندان تاریخ است که به ویژه به دلیل آثارش در زمینه فلسفه ارسطویی و پزشکی شهرت زیادی دارد.
آقا فلسفه خیلی سخته، من یه بار رفتم داخلش، یعنی انقدر مخم ترکید اومدم بیرون، به شدت سخته. اون نویسنده کتاب شفا که یک دانشنامه علمی و فلسفی جامع است و قانون فیتب یکی از معروفترین آثار تاریخی پزشکی جهان است. کتاب‌های پزشکی او سالهاست که در معتبرترین دانشگاه‌های دنیا تدریس می‌شود. ابن سینا زاده 359 هجری شمسی در بلخ و در سال 416 در همدان درگذشت. وی 450 کتاب در زمینه‌های گوناگون نوشته است که شمار زیادی از آنها در مورد پزشکی و فلسفه میباشد. افسوس من اینه چرا ماها از همین کتاب‌ها، از علم و دانششون به ندرت استفاده میکنیم، یعنی از پایه یه چیزهای چرت و پرت به ما یاد میدن، در صورتی که اصالت خودمون اگه پیگیر اونا باشیم ما هم میتونیم در رده اونا حداقل یه ذره بیاییم بالا، اما فقط چرت و پرت از بچگی میکنن تو مغزمون. دروغ ملاها. جالب است بدانید در سمت پنهان ماه دهانهی به افتخار ابن سینا به نام وی دهانه ابن سینا نامگذاری شده است. در تهران، شیراز، مشهد و اصفهان و همچنین استانبول، حراره، بوبینی فرانسه بیمارستانهایی به افتخار وی نامگذاری شدند. همچنین یک مرکز جراحی در نیویورک، یک کالج طب چینی در انگلستان، یک کالج پزشکی در پاکستان و یک کالج بین المللی در مجارستان و چندین مورد دیگر در جهان به افتخار وی نامگذاری شدند. همراهان عزیز، اگر هنوز کانال فارسی 24 را سابسکرایب نکرده اید، برای مطلع شدن از جدیدترین ویدیوهای ما همکنون کانال را سابسکرایب نمایید. شماره 4، خواجه عبدالله انصاری پیر هرات. ابو اسماعیل عبدالله ابن ابی منصور محمد، معروف به پیر هرات، پیر انصار و انصاری هروی، دانشمند و عارف صوفی مسلک بود. مادرش از مردم بلخ بود و عبدالله خود در هرات متولد شد. آقا بلخ انگار چطور بهتون میگم طلسم داره، ماشاءالله هر چی خوبه از زمانهای قدیم، الان هر چی که شنیدیم همه یه رگشون برگشته به بلخ باستان. پرچمداری داره میکنه تو کل دنیا. او از کودکی زبان گویا و طبعی توانا داشت، چنان که شعر فارسی و عربی را نیکو میسرود و در جوانی در علوم ادبی و دینی و حفظ اشعار عرب مشهور بود. وی در تصوف از استادان زیادی تعلیم گرفت و دوبار به دیدار شیخ ابوالحسن خرقانی شتافت. این دیدارها تأثیر زیادی در روحیات و منش وی داشت است. محل اقامتش هرات بود و در آنجا تا پایان زندگانی به تعلیم و ارشاد اشتغال داشت. انصاری شعر می سرود، ولیکن بیشتر شهرت وی به جهت رسالات و کتب مشهوری است که تألیف کرده است و از آن جمله است ترجمه املای طبقات و صوفیه سلمی به لهجه هروی و تفسیر قرآن که اساس کار میبودی در تألیف کشف الاسرار قرار گرفته است. تفسیر قرآن. از رسائل منصور او که به نثر مسجع نوشته مناجات نامه، نصایح، زاد العارفین، کنزال سالکین، قلندر نامه، محبت نامه، هفت حصار، رساله دل و جان، رساله واردات و الهی نامه را میتوان نام برد. اینا کجان؟ این درس ها باید همشون دونه به دونه تو از اول پایه ابتدایی که راه پیدا میکنه یواش یواش به مراحل بعد باید دونه دونه وارد جوامع کتاب های درسی ما بشن، ولی کوشن. چرا نیستن؟ چرا اصالت اصلی ما رو بهمون یاد نمیدن؟ میدونید چرا؟ چون این ملاها دوست ندارن که بدونن ما کی هستیم، دوست دارن فقط بدونن، یعنی ما رو با دروغ بار بیارن، یعنی همه ما هم دروغگو شدیم. کی اینقدر اطلاعات داره از بچه های خودمون که کی اینقدر کتاب میشناسه، کی اصلا مطالعه داره؟ به شدت پایین. وی زاده سال 385 و در سال 467 هجری شمسی در شهر هرات درگذشت. خبر آمدست. شماره 5، فارابی معلم ثانی جهان. ابونصر محمد ابن محمد ترخانی ملقب به فارابی در حدود سال 257 هجری قمری در پاریاب یا فاریاب در افغانستان کنونی یا پاراب در فرارود شهر اترار کنونی به دنیا آمده است.
فارابی در علم، فلسفه، منطق، جامعه شناسی، پزشکی، ریاضیات و موسیقی تخصص داشت. بیشترین آثار او در زمینه فلسفه، منطق، جامعه شناسی و همچنین دانشنامه نویسی بود. فارابی به مکتب نو افلاطونی تعلق داشت که سعی داشتند تفکرات افلاطون و ارسطو را با الهیات توحیدی هماهنگ کنند و در فلسفه اسلامی نیز از جمله اندیشمندان مشایی محسوب می شود. مخ بودن. می دونی این سوال تو ذهنت به وجود میاد، اینا چی می زدن؟ مگه اصلا چیزی بود که بزنن؟ سرگرمیشون چی بود؟ این که فقط با سواد بشن، فکرهای درست میکردن که یک ذره برای این دنیا مفید باشن. الان فکرهای ما چیه؟ ما دنبال چیم؟ فارابی شعرهای ارزشمندی بر آثار ارسطو نگاشته و به سبب همین او را معلم ثانی خواندند. وی آثاری نظیر الجمع بین الرائین، اقراض معبد و طبیعی ارسطو، فصول الحکم و احصاء العلوم را از خود به یادگار نهاده است. در قرون وسطا آثاری چند از او به زبان لاتین برگردانده شدند و او به خوبی در غرب نیز شهرت یافته است. شماره 6، ابوریحان بیرونی، پدر انسان شناسی. ابوریحان محمد ابن احمد بیرونی، وی در سال 352 در خوارزم به دنیا آمد و در سال 427 خورشیدی در غزنی افغانستان درگذشت. او دانشمند و ریاضیدان، همه چیزدان، ستاره شناس، تقویم شناس، انسان شناس، هند شناس، تاریخ نگار، گاه نگار و طبیعیدان برجسته در سده 4 و 5 هجری است. حالا فکر کنیم اینا الان بودن، این همه چیزدانامون الان بودن، چقدر قشنگتر میشد مثلا ازشون همه چی رو فهمید، میشد حتی دنیا زیباتر. الان که الان داخل کشورهای غربی اینها رو، همین همه چیزدانهای خودمون رو خیلی دارن از کتابهاشون، از علمشون، از هوششون دارن استفاده میکنن. بیرونی را از بزرگترین دانشمندان مسلمان و یکی از بزرگترین دانشمندان پارسی زبان در همه عصر می دانند. همچنین او را پدر انسان شناسی و هند شناسی می دانند. او به زبانهای خوارزمی، فارسی، عربی و سانسکریت مسلط بود و با زبانهای یونانی، باستان، عبری توراتی و سوریانی آشنایی داشت. بیرونی یک نویسنده بی‌طرف در نگارش باورهای مردم کشورهای گوناگون بود و به پاس پژوهش‌های قابل توجهش با عنوان استاد شناخته شده است. محاسبه شعاع زمین. بیرونی در کتاب الاسترلاب روشی برای محاسبه شعاع زمین ارائه کرد. اندازه گیری او یک درجه سطح زمین را 58 میل به دست آورده است که با توجه به اینکه هر میل عربی 19733 متر است، شعاع زمین 6560 کیلومتر بر حسب واحدهای امروزی به دست می آید. آقا بیا بهش فکر کن. خب تو دور دنیا رو میچرخی، هزار تا الان اطلاعات هست، هزار نوع منبع هست که بهشون دست پیدا کنی که مثلا چند متره، چقدر شعاعشه، چقدر مثلا. حالا جمعیت رو کاری نداره، اون موقع هیچی نبوده دیگه، نمیشدم یارو را بیفته که مثلا قدم زنم قدم بینم چند متر مترش کنه. انقدر فکر میکرده، انقدر تصفر میکرده. خب حاجی چطور، من میگم چطور این مغزه از داخل چش بیرون نمیومده؟ همینطوری الکی نفر همه چیزدان فیلسوف نمیشه که تا حد خوبی به مقدار صحیح آن نزدیک است. وی خورشید گرفتگی 8 آوریل سال 1019 را در کوههای لغمان در افغانستان و ماه گرفتگی سپتامبر همین سال را در غزنی رصد و بررسی کرده است. حواسش به همه چی است. شماره 7، عبدالاحد مومند، اولین فضانورد افغان. عبدالاحد مومند یا مهمند نخستین فضانورد افغان است. وی زاده 11 جدی 1337 است. آقای مومند در سرده غزنی در افغانستان به دنیا آمد و از مدرسه عالی پلی‌تکنیک کابل و سپس دانشکده نیروی هوایی فارغ التحصیل شد. او در نیروی هوایی افغانستان به خدمت پرداخت و بعد در اتحاد جماهیر شوروی به عنوان خلبان آموزش دید.
عبدالاحد مومند به همراه ولادیمیر لیاخوف و والری پولیاکوف عضو یک تیم 3 نفره در مأموریت سایوز TM 6 بود که در تاریخ 29 اوت 1988 از پایگاه فضایی بایکونور به فضا پرتاب شدند و به مدت 8 شبانه روز و 20 ساعت و 26 دقیقه تا تاریخ 7 سپتامبر در فضا بودند. فضاپیمای آنها در ایستگاه فضایی میر پهلو گرفت و فضانوردان در طول اقامت در آن ایستگاه به پژوهش‌های علمی و کیهانی پرداختند. ببین پرچم اون تا کجا رفته؟ بچه‌ها ما آدم فرستادیم فضا، اولین نفر از افغانستان. بعد تبریک تبریک. کی اطلاعات داشت؟ من که خودم نمیدونستم. کیا میدونستن؟ عبدالاحد مومن در جریان اقامتش در ایستگاه فضای میر از افغانستان عکس برداری نمود و در آزمایش‌های اختر فیزیکی، پزشکی و زیست شناختی شرکت کرد. عبدالاحد مومن در فضاپیمای سایوز TM 5 در قزاقستان بر زمین نشست. وی هم اکنون در شهر اشتوتگارت در کشور آلمان ساکن می باشد. نوش جونت. نوش جونشان. شماره 8، سلطان محمود غزنوی. سلطان محمود غزنوی پادشاه سلسله غزنویان بود. سلطان محمود که اولین فرمانروای مستقل و بزرگترین فرد خاندان غزنوی بود، به جنگاوری و بیباکی و کثرت فتوحات و شکوه دربار در تاریخ اسلام، مخصوصا غزوات او در هند و غنایمی که از آنجا آورده، مشهور است. وی اولین فرمانروا در قلمروی خلافت اسلامی است که به خود عنوان سلطان داد تا استقلال خود را از دستگاه خلافت نشان دهد. هرچند خلیفه فقط لقب امیر را برای او پذیرفته بود. وی شهر غزنه یا غزنی را به مرکز امپراتوری خود که شامل شمال غرب هند، قسمتی از پاکستان و شرق ایران امروزی می شد تبدیل کرده بود. شماره 9، گوهرشاد بیگم. گوهرشاد بیگم، معروف به گوهرشاد آقا و مهد علیا، از زنان اشرافی خراسان قدیم و از سیاستمداران دوره تیموریان بود. او زن جان سیاستمدار. درست دارم میشنوم؟ چه قدرتمند. بسیار قدرتمند، نیکوکار، ثروتمند، ادب دوست، هنرپرور و خردمند بود. گوهرشاد بیگم همسر سلطان شاهرخ تیموری بود که پس از پدرش امیر تیمور به مدت 43 سال بر مناطق وسیعی از ایران و افغانستان حکمرانی کرد و توسط او در سال 1405 میلادی پایتخت تیموریان از سمرقند به هرات منتقل شد. قشنگه. شماره 10، کمال الدین بهزاد. کمال الدین بهزاد هروی حدود سال 860 هجری قمری در هرات متولد شد و در سال 942 هجری قمری در تبریز درگذشت. وی با نام استاد کمال الدین بهزاد، استاد بهزاد و استاد نقاش معروف و نقاش سده‌های 9 و 10 هجری بود. وی در دربار پادشاهان تیموری و صفوی صاحب منصب بود و بابت نوآفرینی در نقاشی سبک ایرانی شناخته شده است. شماره 11، نخستین زن شاعر پارسی. رابعه بلخی، نخستین زن شناخته شده شاعر پارسی سرای نیمه نخست سده 4 هجری است. امروزه آرامگاه بانوی عشق و ادب در بلخ زیارت. اسم چقدر قشنگه، بانوی عشق. آه چه لطافتی داره، چقدر سنگین اسمه، با اینکه لطیفه ظریفه ولی سنگین. ردگاه و وعدگاه جوانان و زوجهای عاشق و دلداده افغانستان است. پاتوغه. شماره 12، احمدشاه دورانی یا عبدالی. مؤسس افغانستان کنونی که به نام احمدشاه بابا مشهور است. وی در سال 1722 در هرات متولد شد. در اول به عنوان افسر در اردوی نادرشاه افشار خدمت می‌کرد و پس از وفات نادرشاه افشار بخشی از مناطق را که تحت فرمان روایش بود در کنترل خود گرفت و در سال 1747 میلادی به عنوان پادشاه تعیین شد. وی امپراتوری بزرگی ساخت. در دوران زمامداریش 8 بار به هند حمله کرد. وسعت سلطنت وی از شمال هند تا دریای هند و از آمو دریا تا مناطق شرقی ایران کنونی بود.
احمدشاه دورانی در تاریخ 14 آپریل 1772 میلادی وفات کرد و در پایتخت امپراتوریش قندهار در خرقه مبارک دفن گردید. بله بله بله، اینم از دانستنی هایی در مورد کشور افغانستان. یک سری از دانستنی ها، به هر حال دانستنی ها زیاده که خیلی از ماها اطلاعاتش رو خیلی از ماها نمیدونیم، ولی به هر حال تا اینجا این دانستنی ها رو پیش بردیم. 100% قسمت های بعدش هم حتما فراهم میکنم، تهیه میکنم و تقدیم نگاه ماهتون میکنم. مرسی که تا اینجا با من همراه بودین، امیدوارم که دوست داشته باشین، یعنی دوست داشته بوده باشی. خیلی چکرین. تا ویدیو بعد، بای بای.